نگران آیندتی، دلشوره داری تو هر حالتی، نمیدونی چی خوبه چی بد، نمیدونی چی کار باید کرد. مسیرت از سنگ پر میشه، دلت یه وقتایی دل خور میشه از اینون، اما بدون که هرچی که باید اتفاق بیفته میفته یه روزی. نگران نباش، چون هرچی که باید اتفاق بیفته میفته یه روزی. نگران نباش، به خطای مستقیم مسیرت خیره شو و هیچ وقت. سلام علیکم. سلام سلام. سلام و ادب، عصرتون بخیر، عصر شما بخیر، قدردان گل. سلام به بچهای گل، امیدوارم که حالشون خوب بشه. من عالی عالی ام، عالی عالی ام. چرا عالی باشی؟ عالی درسی ام، عالی درسی ام، چون تا اونجایی که میخوام امروز میرسم ان شاء الله. و هفته بگم با تصویر با صدا مشکلی ندارن، یه صحبتی بکنم رو سه شما بگیم. امروز تا اونجا که قرار بود میرسیم بچه های گل، یعنی کل وزن واژه ها یا همون رکت ها یا همون پایه های آوایی که باید یاد بگیریم و یاد میگیریم، سه تا دیگه مونده. این سه تا رو یاد میگیریم، میریم سراغ انواع وزن ها. سه نوع وزن داریم دیگه، وزن های همسان، وزن های دوری یا دولختی و وزن های ناهمسان رو با هم یه نگاهی میکنیم، آماده میشیم برای اینکه از هفته بعد فقط بریم با هم تست بزنیم. یه دنیایی از تست داریم، میخوایم توی تست بهتون یاد بدیم از هفته بعد که چجوری وزن پیدا کنی، چجوری تستای وزن رو بذاری. پس حواساتو اینجا به من بدید بچه های گل، اون که قلم رو اگه استاد بدی ممنون میشم. مرسی. آره من دو تا قلم میخوام، یه دونه برای زدن، یه دونه برای نوشتن. برای چی زدن؟ برای زدن بر روی میز. ممنونم. بله. مرسی عزیزم. خیلی ممنون. متشکرم. خب بچه ها سوالی دارید اول بسم الله؟ کسی سوالی، حرفی، حدیثی، نقدی، پیشنهادی، احساساتی میگه میخواد خرج خوب کنه، چیزی دارید؟ سوالی چیزی نه ران؟ یکی فهمی میشه بگید چطور کلاس استادیون عربی ثبت نام کنم؟ بچه هنوز قدرت این کلاس مشخص نشده، قدرت این کلاس از جلسه بعد مشخص میشه، چون ما الان فعلا یه چیزایی گفتیم ممکنه پر از ابهام باشه ذهنت. آخه من چجوری میتونم اینجوری وزگیر بیارم توی ذهنم با گوشم فلان چجوری؟ یعنی میشه الان خودت حل میکنی، خیلی راحته، توی تست خیلی سخت میشه و اینا. میدونم ابهاماتو میدونم، فقط صبور باش، آخر کلاس یه تکلیفی بهت میگم، حتما برو اون کارو انجام بده. هفته بعد میام وقتی تستا رو حل میکنم چند نمونه، میبینی چجوری میتونی راحت حل بکنی بدونی که بخوای 3 ساعت خط عروضی بنویسی. بعد بقیهشو به عهده خودت میذارم حل میکنی، بعد من برات حل میکنم. سوالی ندارم، من راضیم. خب حالا که اینجوریه میریم سراغ رکن واژه یا پایه آوایی یا وزن واژه دیگه چقدر بگم، مستفعلون. بریم سراغ مستفعلون. آماده ای؟ آقا ما یه رکنی داریم به نام مستفعلون، خط خط یو خط. نمودارش این شکلیه، مسش بلنده میشه خط، تفش بلنده میشه خط، اش یه حرفیه میشه کوتاه و لونش دوتاییه میشه چی بلند. پس مستفعلون خط خط یو خط، مستفعلون خط خط یو خط. خب به من کمک میکنی؟ بخون دونه دونه. یک بار میخونی من وزنشو میگم میزنم، یک بار دیگه همونو میخونی دوباره این هم تکرار میشه. بریم آخر من رو مستفعلون از پیش. نه یه بار دیگه آخر من رو بگو دیگه. آخر من رو مستفعلون
آخر منو مصف اله از پیش ما مصف اله از پیش ما مصف اله گشتم اسیر مصف اله گشتم اسیر مصف اله تو جان من مصف اله تو جان من مصف اله حساب اولین باری که خوند تو رو کوتاه خوند ولی وقتی من دوباره زدم مصطف الون حالا خدادادی بود چی بود شانسی بود حالا هر جوری بود این توه رو یکم کشید باید بکشی اینجا چون تو در حالت عادی کوتاهه من چی میخوام مصطف الون میخوام هجای اولم باید چی باشه بلند بشه به خاطر همین خدادادی این تو رو تو مرحله دوم یکم کشید این اختیار شاعریه بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه بریم بعدی ول کن برو مصطف الون ول کن برو مصطف الون اورنگ کو اورنگ اورنگ به تخت پادشاهی میگن اورنگ اورنگ کو مصطف الون اورنگ کو مصطف الون استاپ بچه ها اورنگ میشه او رنگ کسرم زیرش در حالت عادی نداره اینجوریه اورنگ کو کجاست تخت کجاست او خب بلنده چون دو حرف داره یه دونه الف همزه یه دونه واو رنگ چندتاییه ستاییه پس کشیده است یادتونه دیگه کشیده ها رو ما به دو بخش تقسیم میکردیم مثلا کارو میگفتیم کارو کشتو میگفتیم کشتو کاشتو میگفتیم کاشو برای اینکه توی گوش من بهتر تفکیک بشه پس رنگو میخونم رنگو حالا یه بار دیگه بخون اورنگو کو مصطف الون اورنگو کو مصطف الون اورنگو کو مصطف الون نقش وفا مصطف الون نقش وفا مصطف الون استاپ نخون نقش وفا خون چی؟ نقشه وفا یکم این شعر رو با کسره زیرش چیکار کرد؟ کشید اگه نکشه اون کسره زیرش رو که مفتعلان در میاد که تا لحظات دیگه باش آشنا میشی ما دومی هجامونم میخواییم بلند باشه چون مستفعلان میخوایم از توش در بیاریم پس اینم اختیار شاعریه بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه داره بریم بعدی بی علتا مستفعلان بی علتا مصطف الون من ماندم مصطف الون من ماندم مصطف خوش آمدی مصطف الون خوش آمدی مصطف الون حساب بچه ها حذف همزه یعنی من میتونم یه جایی بخونم خوش آمدی یعنی حذف همزه کنم اما این حذف همزه 100% نیستش که هر جا من بتونم حذف همزه کنم سری بگیرم حذف همزه با توجه به وزن من بعضی جاها اجازه دارم حذف همزه کنم بعضی جاها نه اگه من اینجا می آمدم حذف همزه می کردم می شد خوش آمدی مفاعلون خوش آمدی مفاعلون ولی من مستفعلون می خوام وقتی مستفعلون میخوام وزن به من اجازه نمیده حذف همزه کنم بعد بخونم چی؟ خوش آمدی مستفعلون بریم بعدی اما ببر یا ببر فرقی نداره هرچون دوست داریم ببره یا ببره ببره اصلا اما ببر مستفعلون اما ببر مستفعلون جانا صدا مستفعلون جانا صدا مستفعلون گلچهر من مصطف گلچهر من مصطف الون در عاشقی مصطف الون در عاشقی مصطف الون می میزنم مصطف الون می میزنم البته می آسمانی می میزنم مصطف الون جانسوی تو مصطف الون جانسوی تو مصطف الون آخر مرا مصطف الو آخر مرا مصطف الو کردی رها مصطف الو کردی رها مصطف الو
بزرفته و مستفعلان بزرفته و مستفعلان پرم کجا؟ پرم کجا؟ پرم کجا؟ مستفعلان پرم کجا؟ مستفعلان. اینم برای بچه‌هایی که دغدغه بز و پر رو داشتن، یه جا پر نیومده بود توی رک واژه‌های می‌پرسیدن پر کو، پر تا اونجا که بشه ازش استفاده کردیم. خب این شناخت رک واژه چی بود؟ مستفعلان بود. حالا من اینو باید بزنم برای برگ سفید این. آها، یه چند تا وزن می‌خوام بنویسم. آماده اید بچه‌ها؟ یه چند تا وزن خوشگل بنویسیم بریم ببینیم میتونید وزنشو در بیارید یا نه. بسم الله. همینجا که من دارم مینویسم سعی کن وزن در بیاری. بسم الله. ببین داری اذیتم میکنی ها. این مصرع اول کامنت کنید وزنشو، کامنت کنید. یکی میگه الان همش مستفعلون میشه، چهار تا مستفعلون دارن میگن. خب همه موافقی چهار تا مستفعلونه؟ میای به من کمک کنی جای بچه ها؟ میخوام چهار تا مستفعلون به قول بچه ها در بیاریم. باشه بریم. چون میروی مستفعلون، بی من مرو مستفعلون، ای جان جان مستفعلون، بی تن مرو مستفعلون. قبول داری رکناش همون چیزی بودش که ما تو کلمات صفحه قبل گوشمون قشنگ میخوره؟ بی تن مرو مستفعلون، ای جان جان مستفعلون. مصرع دومش هم کمکم میکنی؟ وز چشم من مستفعلون، بیرون مشو مستفعلون، ای شعله مستفعلون، تابان من مستفعلون. دمت گرم. بچه ها اینجا نها کنید، ای شعله مستفعلون. در حالت عادی شعله یه آخر زیرش کسره داره، کوتاهه، قبول دارید؟ یو باید باشه، ولی میبینی که چون رکنش چهار تا مستفعلونه این کوتاهه، پایان کلمه شعله هم باید بلند بشه. خب کسره داره زیرش، مصوت کوتاه داره، ما توی خوندن یکم میکشیمش که مستفعلان در بیاد، رکنش بلند بشه، هجاش بلند بشه. پس این اختیار بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه رو داره. بریم بعدی. حالا که اینجوریه بریم. وزنشو بنویسید ببینم. وزن چهار تا مستفعلون. بقیه هم نظرشون همینه؟ آره بیشتر نظر همینه. حکی میگه همینه ها؟ آره کسی چیزی دید. حالا در میاری رکناشو؟ هیلت رها مستفعلون، کن عاشقا مستفعلون، دیوانشو مستفعلون، دیوانشو مستفعلون، وندر دل مستفعلان، آتش درا مستفعلان، پروانه شو مستفعلان،
پروانه شد مصطفی. خب اینم راحت بود. فقط یه نکته، ون در چی؟ ون در دله، این یه رکن اول مصرع دوم مستفعلون دیگه ها. ونش بلند، درش بلنده، مستفش در اومده، د کوتاهشه، اش هم در اومده، لون آخری هم باید بلند باشه. چیه؟ اندر دله، این که کوتاه شد. در حالت عادی این کوتاه دیگه، در حالت عادی ون در دله نمودار تختیش میشه این، ون در دله مستفعلو که امروز یاد میگیریش. ولی من مستفعلون میخوام، کسره رو یکم میکشم که کوتاه بشه بلند. اختیار شاعریه بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه. کسی تا اینجا سوالی نداره؟ اگه سوال دارید بپرسید، بپرسید تا من بیت بعدی رو که براتون انتخاب کردم بنویسم. سوال ندارن؟ نمیتونم و نداریم و نمیشه و اینا رو کلا از دایره لغاتت حذف کن. اگه نمیتونی که میتونی نه سر این کلاس، چون همه معلم ها تختی میکنن، بهترین معلم ها معروف ترین که معلم های سایر کلاس های آنلاین و اینا، برو فیلماشو نگاه کن، الحمدلله تو تلگرام هم هستش، اصلا فیلمشون همینجوری مجانی میذارن، برو ببین چجوری درس میدن. خب یه فرقی باید بین ماها با اونا باشه دیگه، راست میگم یا نه؟ بله صد درصد. میگم وزنا رو کلی میگی؟ منظورت تو چی از وزنا رو کلی میگی؟ تست وزنه یا وزن شناسی هاست؟ اگه منظورتون اینه که کی وزنا رو میشناسی، مثلا چه وزنی وجود داره، تا یه نیم ساعت دیگه. خب بریم، وزنش چیه بچه ها؟ کامنت کن. دارم میگن چهار تا مستفعلون، همشون آها بخون رک رک. با من بگو مستفعلون. تا کیستی؟ مستفعلون. مهری بگو مستفعلون. ماهی بگو مستفعلون. بریم بعدی. خوابی خیال، خیال خوابی خیالی یا خوابی خوابی خیال مستفعلون. لیچیستی مستفعلون. اشکی بگو مستفعلون. آهی بگو مستفعلون. دو تا نکته داره، اولا کیستی رو نیفت دیگه، اولا کیستی چند بخشه؟ کیس تی، بیا بنویسیمش پایین، میشه کی ستی. در واقع منم خودم گن زدم، همه چی تحت کنترله، حواسا اینجا باشه. مگه معلم کیه؟ معلم همینه دیگه، کیس. حالا اینجوری می‌نویسم کیس تی. آقا هجای اول کیستی مگه کیس نیست؟ کیس مگه بلند نیست؟ ستایی نیست؟ پس بهتره برای که گوشت بهتر درک کنه وزن رکت واژه‌تو بخونی چی؟ کیس و تی. آها حالا قشنگتر در میاد. پس تا کیستی رو اگه نمیتونی بفهمی مستفعلونه، درست بخون همونجور که به یاد دادم، بخون تا کیس و تی مستف، تا کیس و تی مستف. این همین، اولا به یاد دادم کلماتی مثل خیال، بیابان، سیاست، توتیون، اینا رو باید بخونیم چی؟ توتیون، بیابان، سیاست، خیال، یادته؟ پس رکن اول این اینجوری میشه، خابی خیا مستف،
خابی خیا استف. رکن دومش چی میشه؟ حواسا اینجا. لیچیستی. شاید گوشت خیلی متوجه نشه لیچیستی مصطف الانه وقتی میشنیش. هی بعد بشینی 3 ساعت تختیش کنی مطمئن بشی، ایمان بیاری که نه این الگوش خط خطی و خط مصطف الانه. بابا بگه من نگفتم چیستی میشه چیسوتی، چون چیس به عنوان اجای اولش کشیده است، میخونی چیسو. حالا قشنگ لیچیستی رو بخونی لیچیسوتی، مصطف الانش در میاد. لیچیسوتی مصطف الان، لیچیسوتی مصطف الان. بچه ها بسه یا نه؟ یه دونه دیگه هم بریم، یه کامنت بذارید به نظرتون بسه از مصطف الان تمرین کردن یا نه، یه دونه دیگه هم بریم، علما نظر بده ما پیرو به جمعی. بذار یه وزن یکم متفاوت تر بریم. یکی سخت بریم. آخه وزن مصطف الان، مصطف الان، مصطف الان همیشه همین جوریه، اینقدر راحته. یه دانه دیگه می‌نویسم ببینم میتونی وزنشو در بیاری. بعضشو در بیارید بنویسید ببینم. چیه وزنش بچه ها؟ سه تا مصطف الون، یه دونه مصطف الو. یکی میگه سه تا مصطف الو و ف. آها همینه. بیا برو یه رک، برو رک رک برو. دریای شور. دریای شور یا دریای شو؟ دریای شور. دریای شور مصطف. رنگیز چش مصطف. مانت چزی مصطف الان. باست. باست هجای آخر میشه باست. همیشه هجای آخر دوتا مصرات، چه مصرع اول چه مصرع دومو بلند در نظر میگیری، چه کشیده باشه مثل اینجا که باست بود کشیده است دیگه، تو میکنیش بلند، چه کوتاه باشه مثلا اگرم هجای پایانی مصرع کوتاه بود بازم بلندش میکنی که اختیار وزنی محسوب میشه. پس میشه وزنش مصطف الون، مصطف الون، مصطف الون فع. ای پس مصطف الون میتونه یه وزن دیگه هم داشته باشه. دریای شو مصطف الون. رنگیز چش مصطف الون. مانت چزی مصطف الون. باست فع. حالا مصرع دوبار میری برای من؟ نظره در آوردیم دیگه. مصطف الون، مصطف الون، مصطف الون ف. آنجا که با مصطف الون. ید دل به در، ید دل به در مصطف الون، ید دل به در مصطف الون. به دریا زد. یا زد همین. یا زد همین مصطف الون. یا زد همین مصطف الون. جاست. جاست. هجای پایانی مصرع اول یا مصرع دوم کشیده کوتاه همیشه بلند. بلند هم باشه که خودش بلنده دیگه. همیشه بلند. جاست میشه بلند. میشه چی؟ وزن رک واژه ف. تمام. فرق نمیشه عزیزم. یعنی میخوای بگی وزنش مصطف الون، مصطف الون، مصطف الون،
مصطفی. خب وقتی میگی رکن آخر مصطفی یعنی تشکیل شده از دو تا هجا مصطف، درسته؟ ما اینجا مگه یه هجا بیشتر داریم؟ نه، کلن باست یه هجاه، جاست هم یه هجاه. تو وقتی یه هجا دادی دیگه نمیتونی بگی مصطف که، چون مصطف دو تا هجاه، این یه هجا کمتر از اون وزنی که شما ها دارید میگید. خب بریم سراغ وزن رکواژه مفتعلون. بریم سراغ رکواژه مفتعلون. مفتعلون یک وزن، یک رکواژه ریتمیکه. ببین مفتعلون ناکن، مفتعلون خط یویو خط مفتعلون، خط یویو خط مفتعلون، مین ریتم داره، خط یویو خط مفتعلون، مفتعلون خط یویو خط. برو بخون دونه دونه. یار مرا یار مرا مفتعلون. البته بچه این یار مراه، خب کشیده است، یار کشیده است، بعد بخونیم در اصل چی؟ یارو مرا مفتعلون، یارو مرا مفتعلون. برو بعدی. از چه تو را از چه تو را رستم از این رستم از این رستمه رستمه رستم رها شدم. بیهوده گو بیهوده گو ول نکنم ول نکنم نهر زنان نهر زنان نقش وفا نقش وفا بی سر و پا بی سر و پا من ندهم من ندهم بوسه تو را بوسه تو را من نمنم من نمنم جان هما جان هما دل بر من دل بر من عاشق کی عاشق کی می نزنم می نزنم جان سوی تو جان سوی تو خار مرا خار مرا شاخ تو را شاخ تو را فن بیان فن بیان هر به کجا هر به کجا. مرسی. پر بود ولی بز نبود. خب مفتعلون خیلی گوش خوب میشنودش. فقط چرا من اینجا رو به نظر شما حاشیه سبز زدم؟ کسی میتونه بگه، کامنت کنه به نظر شما چه مشکلی بوده یا حالا چه نکته‌ای داره که من اینو دورش سبز کشیدم که یه توضیحی بدم راجبش. چی مینویسن؟ بنویسید ببینم. تنبلا میگه شاخ تورا چرا اینطوری نوشتش؟ تورا رو منظورش آه حالا قدیم تو رو با واو نمی نوشتن، همینجوری می نوشتن. شما ببخش. چون سو بلنده. آها در حالت عادی سو بلنده، یعنی در حالت عادی جان سوی تو وزنش چی میشه؟ جان سوی تو. تازه تو هم در حالت عادی کوتاهه ها، میشه مصطفیلو بدون اختیار بخوای در نظر بگیری، جان سوی تو مصطفیلو. ولی فرض کن این بیاد توی بیتی که وزنش مفتعلونه، چه اتفاقی واسش میفته؟ سو که بلنده باید بشه کوتاه، این چه نوع اختیاریه؟ مصوت بلند میشه کوتاه. داریم دیگه ها، یکی از انواع و اقسام اختیارات زبانیه، کم کردن یا کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند. و آخری تو
کوتاهه ولی من بعد بکنمش بلند، مفتعلن بعد بشه بلند، این میشه چی؟ بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه. میبینی وارد حاشیه که میشی، وارد خط عروضی که میشی، میخوای دقیق بررسی کنی چقدر سخت تره؟ قبول داری؟ در صورتی که وقتی میخونی گوشت باهاش آشنا باشه، خودت اصلا ذاتاً بالفطره مفتعلن از توش میکشی بیرون، بدون اینکه بفهمی این دوتا اختیار داشتا. جان سوی تو مفتعلن. یه مثال ببین از مفتعلن، میخونی اینا رو برای من بزنم. آره. مرده بودم رنده شدم. رنده نیست، زنده است. آره آره، اون زشون رفته داخل این سفیدیه. آره مرسی. یه بار دیگه. مرده بودم، مرده بودم، زنده شدم، زنده شدم، گریه بودم، گریه بودم، مفتعل، خنده شدم، مفتعل، خنده شدم، مفتعل. دولت عشق، دولت عشق، قیامت و من. آها قبول داری، قیامت خون گند زد به وز. ما از انتظار داریم مفتعلن بکشیم بیرون. قیامت و من. آها دولت عشق، قیامت و من، قیامت و من، مفتعلن، قیامت و من، دولت پا، مفتعلن، دولت پا، مفتعلن، بنده شدم، مفتعلن، بنده شدم، مفتعلن. اینجا اگه کسی میخون دولت عشق آمد و گم میزد به مفتعلن، مفتعلنش، چون باید اینجا ما عزم همزه کنیم که بخونیمش دولت عشق مفتعلن قامد و من، یعنی قه رو بچسبونیم به آ با حذف همزه. خب این هم که سخت نبود، قبول دارید؟ الان میگن نه. قبول دارید یا نه؟ بریم یه رکن دیگه هم، آخرین رکنی که یاد بگیرید بچه ها، رکن مستفعلوه. ما یه رکن داریم آقا، سوال که ندارید خدا رو شکر، یه رکن داریم مستفعلو. نمودارش چی میشه به نظر شما از لحاظ خط خط یو خط تو نمیدونم اینا؟ مس میشه چی؟ بلند. تف میشه چی؟ بلند. ا میشه چی؟ کوتاه. لا میشه چی؟ کوتاه. پس نمودار وزن واژه مستفعلو میشه چی؟ خط خط یو یو، مستفعلو، خط خط یو یو، مستفعلو، خط خط یو یو، مستفعلو، مستفعلو، خط خط یو یو. این هم آخرین واژه‌ایه که شما یادش میگیرید. بریم یه چند تا مثال از آقای مستفعلو بزنیم، ببینیم چجوریه داستان. در بیارید وزنشو ببینم. کنه من پاک کنه من رکنش چیه؟ پاک کنه من، پاک کنه، مفتعلن، پاک کنه من، مفتعلن. آره بعضشو در بیارید ببینم. همکنون نیازمند کامنت های پرمهر شما هستیم. بفرمایید.
سه تا مستفعلو بقیه چی؟ سه تا مستفعلو و یه فع یه دونه فع فقط. دوستان یادتون باشه وقتی میخوای رکن رکن بری جلو، اگه وزن بیتت فعولون 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 یا فعولون 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 فعل نبود، در سطح کتاب درسی، در سطح کنکور شما، رکن اولو باید چارتایی جدا کنی. پس همیشه و همیشه رکن اول چارتایی جدا میشه. خب؟ خب این که فعولون 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 نیست، و داره شکر. پس چارتای اول جدا کن، میشه چی؟ سرتابقه مستفعلو. آها، سرتابقه مستفعلو. خب ما دوباره شک میکنیم، نکنه بازم مستفعلو میخواد بیاره. دم جمله هو مستفعلو، دم جمله هو مستفعلو، وزش در اومد. نرداردو مستفعلو، نرداردو مستفعلو. خوبی، خوبی وزش چیه؟ خوبی دوتا بلند، خط خط. یا میتونی بگی فعلا یا میتونی بگی مستف، چون مساوی هن این دوتا. فعلا رکنش دقیقا همون مستفه، هیچ فرق این دوتا با هم ندارن. پس اگه یکی از شما بپرسه وزن این چیه، مینویسی چی؟ مستف الو، مستف الو، دوباره مستف الو. آخریه رو که دوتا بلنده هم میتونه بنویسی فعلا، هم میتونه بنویسی مستف. پس اینجا هم باید سه تا مستف الو در بیاریم، یه دونه مستف یا یه دونه فعلا. برو خودت در بیار ببینم. عیبش همه، عیبش همه مستف الو. آنست که مستف بابنده نه بایه اون بابنده با نه بابنده نه مصطف بابنده نه مصطف الو سازد فعلا سازد فعلا سازد مصطف سازد مصطف عیبش همه مصطف الو آن از تو که مصطف الو چرا نگفتم آن است که چون مستفعلو خوب در نمیاد ازش. آن نست، مگه نست کشیده نیست؟ خب میخونمش نست تو. آن است تو که مستفعلو، بابند نه مستفعلو. سازد فعلا. حالا این وزن خیلی وزن مشهوریه، احتمالا خیلیاتون هم شنیده باشید. بچه این وزن مستفعلو 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 فعلا یا مستفعلو 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 مستف میتونه الگوی هجایش یه شکل دیگه هم بیاد. کسی میدونه؟ این وزن مستفعل و مستفعل و مستفعل و فعلا یا مستف یه الگوی هجایی دیگه هم داره، کسی یادش هست؟ بگه این مساوی چه وزنیه؟ همکنون منتظره. یکی نوشه مفعول لاحید مفعول مفاعیل، مفعول و مفاعیل و مفعولو بذار بنویسم. مفعولو مفاعیلو مفعولو مفاعیلو مفعولو مفاعیلو فعولون. واه
اینو اصلا باید یاد بگیری. هر جا وزد مستفعل و مستفعل و مستفعل و فعلن در اومد، دقیقاً میتونی به جاش به جای این بگی مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعولون. بریم در بیاریم از توی همین مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعولونو. مفعول و سرتابه، مفاعیل و قدم جمله، قدم جمله مفاعیل و قدم جمله، پس یکیه. پس قدم جمله میشه مفاعیل. یه دونه دیگه مفاعیل رو باید در بیاریم. هنر دارد مفاعیل، هنر هو نر دا ر، اینجوری میشه دیگه، هنر دار مفاعیل. حالا دو خوبی فعولون، دو خوبی فعولون. پس از همین الان تو ذهنت بس با اونایی که نمیدونید، وزن مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعولون همون مستفعل و مستفعل و مستفعل و فعلنه، یا همون مستفعل. این دوتا کاملا با هم برابرند. بریم یه مثال دیگه. موافقید؟ کامنت بذارید ببینم موافقید یا نه. سخت که نبود. کامنت نمیدید؟ بریم اینو وزن رو در بیارید. با دقت وزنشو در بیار. اصلا هم نمیخوام با مفعول و وزن اینا در بیاری. همون نکته که بهت گفتم، اگر رکن اول و دوم و سوم فعولون نبود، برو چارتایی رکن اولتو جدا کن. این هم دیگه راهنمایی دیگه. البته من اینجا رو بهتر بنویسم اینجوری. خب بقیه یکی میگه سه تا مستفعل رو یکی میگه مستفعل رو بریم ببینیم. این دست رو میخونم چی؟ دست تو، چون کشیده است. این دست تو که میشه چی؟ مستفعلو. این دست تو که مستفعلو. برگردن مستفعلو. بعد یا
یکم دچار چالش میشن بچه ها. آن می بی نی، آن می بی نی، یهو چهار تا کشیده آورد که اصلا اینجا ابدال داریم با این وضع، با اون چیزی که من نوشتم. بریم اینجا دستیست باید بخونیم دیگه. دست من اینجا می نویسم دستیست. خب تیست کشیده است ها، تیس رو تبدیل میکنم به تیسو. دستیسو تو مستفعلو را کن، دستیسو که، یعنی اینجوری میشه دستیسو ته مستفعلو، دستیسو ته یا که، حالا فرق نره وزش میشه چی باز؟ مستفعلو. پس اینم باز مستفعلو در میاد، بین طرف این نمیره، اینجا میره. برگردن مستفعلو دوباره در میاد، این دوباره یا ری بو دی، دوباره همون بلای بالای سرش میاد که اینو من توی اختیار کامل بهت درس میدم. ولی مستفعلو مستفعلو وزن اصلیشه، من اینو کامل بهت درس میدم. کسی میتونه بگه چه اتفاقی اینجا افتاده؟ یا نه بهترم بود اینو نمیزدم مثال، چون نکته یه چیزی داره. یادونه اینم بریم، اینو در بیارید، این راحته ها. در بیارید ببینم. بسم الله. برید ببینم. چی می نیسم؟ ببین وقتی میخونیش میفهمی فاولون نیست رکن اول، پس چارتا چارتا جداش میکنم، درسته؟ خب چارتای اول میشه چی؟ بوگ بوگ زا رو قا، میشه بوگ زا رو قا مستف الو. چارتای بعدی لم قمز کو مستف الو، لم قمز کو مستف الو. دوباره از اینجا میای ند برورا، ند برورا، دوباره دو تا بلند دو تا کوتاه میشه چی؟ مستف الو، اینم میشه مستف الو. یه دونه چی میمونه رکن آخر؟ قم قم قم، یه دونه بلنده میشه چی؟ ف. تا خوش کنه مستف الو، گردد زرو مستف الو، با ای اره مستف الو. دوباره غم میشه چی؟ ف. وزن این چیه؟ مستف الو مستف الو مستف الو ف. خب اگر یارتون باشه وقتی وزن بیت من مستف الو، یعنی اینجوری بود مستف الو مستف الو فعلن بود، یعنی یه رکن بیشتر از بالایی بود، یه رکن بلند بیشتر داشت، معادل چی میشد؟ مفعولو
مفائیلو مفائیلو فعولون میشد نه؟ مستفعلو 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 فعلن معادل بود با چی؟ مفعول و مفائیل و مفائیل و فعولون. حالا ما الان توی این بیت دیدیم وضعمون چیه؟ مستفعلو 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 دیگه فعلن نیست، شده چی؟ فع یه دونه بلند از تهش افتاده. پس میتونم بگم این وزن من مساویه چیه؟ مفعول و مفائیل و مفائیل و فقط یه دونه بلند از ته این بکنم. فعولون یعنی میشه چی؟ فعولونش که بلنده هست میشه دیگه. آیا ما تو این رکن واژه هایی که یاد گرفتیم، 19 تایی که یاد گرفتیم تو این چند جلسه، رکن و پایه آوایی و وزن واژه فعو داشتیم؟ نه. به جای فعو چی میگیم؟ فعل. اوه، پس ما الان دو تا نکته یاد گرفتیم. وزن مستفعل و مستفعل و مستفعل و فعلن یا همون مستف مساویه چیه؟ مفعول و مفائیل و مفائیل و فعولون. و وزن مستفعل و مستفعل و مستفعل و فع معادل چیه؟ مفعول و مفائیل و مفائیل و فعل. اوکی؟ تموم شد، کار ما تموم شد. ما الان یه کار داریم، بریم انواع وزنها رو بشناسیم. اصلا فقط میگم بالایی رو یعنی میشه یه بار دیگه بگید چون متوجه نشدم. باشه میگم، میگم یکم هم داستان داشتش، من اصلا نباید هم میابردمش، حالا میگم آخری کلاس میگم. آقا حواستو بده اینجا، حواستو بده اینجا. ما سه نوع وزن داریم دیگه، اینجا دیگه خیلی مهمه ها. سه نوع وزن داریم. یه وزنم هم همسانه، نگاه کن گروه مفائیلونو، چه وزنهای همسانی از مفائیلون ساخته میشه، اینا رو دیگه باید بلد باشی. یه وزن دارم چی؟ مفائیلون 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 مفائیلون، قشنگ چهار تا خوشگل مفائیلون پشت سر هم میاد. چرا بهشون میگیم همسان تک پایه‌ای؟ چون یک پایه هی داره تکرار میشه. پایه چی؟ مفائیلون. بهش میگن همسان تک پایه‌ای. حالا میتونه چه اتفاقی بیفته؟ من سومی اول دومی هم بریم. میتونه یه وزن مفائیلون داشته باشیم به این شکل بیاد، مفائیلون مفائیلون مفائی. چه فرقی کرده این با این؟ اولا یه دونه مفائیلون کلن ازش پریده، این چارتایی بود این شده ستایی، یعنی یه دونه مفائیلون کلن پریده. یه فرق دیگه هم کرده، رکن آخر که مفائیلون بود بالایی شده چی؟ مفائی. یعنی اینم بوده مفائیلون، این لون آخرش چی شده؟ خداحافظی کرده، عجل بهش مهلت نده. ولی ما رکن مفائی نداریم توی عروض، به جایی که بگیم مفائی میگیم چی؟ فعولون. پس یه همسان تکپایه‌ای چی داریم؟ چهار تا مفائیلون. یه همسان تکپایه‌ای چی داریم؟ مفائیلون مفائیلون فعولون. یه همسان تکپایه‌ای داریم، مفائیل و مفائیل و مفائیل و دوباره شده چی؟ مفائی. در واقع اینم بوده مفائی لو، این لوی آخر هجای کوتاه آخرش حذف شده، درسته؟ دیگه نمیگیم مفائی، میگیم چی؟ فعولون. پس یه رکن دیگه، یه در واقع وزن همسان تکپایه دیگه چی داریم؟ مفائیل و مفائیل و مفائیل و فعولون. یه دونم نیاریم خیلی کم کاربرد، این مفائلون 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 مفائلون، چهار تا مفائلون پشت سر هم. وقتی یه چیزی هی داره تکرار میشه خب معلومه دیگه همسان چیه؟ تکپایه‌ایه. این شد کل اوزان همسان تکپایه‌ای که از مفائیلون ساخته میشه. پس اینو تو ذهنت داشته باش. بریم اوزان همسان تکپایه‌ای که با چی ساخته میشه دوستان؟ رکن فاعلاتون. فاعلاتون این بابای خانواده است، هی بچه میزاد، وزن میزاد، همونجوری که مفائیلون بابای خانواده بود هی وزن ایجاد میکرد. بریم
آقا یه دونه دارین فایلاتون 4 تا فایلاتون پشت سر هم میاد، این میشه اولین وزن همسان تک پایه ایش. یه دونه داریم چی؟ فایلاتون فایلا. یعنی اینم بوده فایلاتون، تون آخر، رک هجای آخر که بلنده حذف شده. دیگه نمیگن فایلا، معادلش میشه فایلون. پس یه وزن همسان تک پایه دیگه چی داریم؟ فایلاتون فایلون. این هم همسان تک پایه ای دیگه. دیگه چی؟ فایلاتون فایلون. کلن یه دونه رکن فایلاتون توی این سومی نیست. آخری هم به جایی که فایلاتون باشه یه دونه تهش بلنده حذف میشه، میشه فایلا. دیگه فایلا نمیگن، میگن چی؟ فایلون. پس چی شد؟ این سه تا وزن همسان تکپایه‌ای خانواده فایلاتونه، یا 4 تا فایلاتونه، یا 3 تا فایلاتون آخریش فایلونه، یا 2 تا فایلاتون آخریش فایلونه. سخت نیستش اینا، بدیهیه. بریم خانواده های چی رو بگیریم؟ فعلاتونش هم مونده دیگه. بله فعلاتون ها، 4 تا فعلاتون میاد. فعلاتون. اوکی. حالا چطور فاعلاتون یا 4 تا فاعلاتون بود یا یه وزن دیگه 3 تا فاعلاتون بود یه دونه فاعلا، یعنی یه دونه اون تهش حذف میشد میشد فاعلون؟ اینم هم همینه، فاعلاتون یا 4 تا پشت سر هم میاد یا 3 تا پشت سر هم میاد، آخریش یه دونه کم میشه، فاعلا میشه، یعنی تون آخرش حذف میشه که دیگه فاعلا نمیگن، میگن فاعلون. یا کلن یه دونه رکن فعلاتون کلن با جا دزدیده میشه، آخری هم میشه فعلاتون. پس وزنهای فعلاتونو که همسان میسازن یاد گرفتیم. فعلاتون. آخریش فعلاتون. این ستا رو یاد بگیر، همسان تکپایه‌ای از خانواده فعلاتون. بریم خانواده فعولون. 2 تا فعولون داره، قبلا هم یادش گرفتی. فعولون. بازم نها کن، لون آخر هجای آخرش حذف شده، شده چی؟ فعو. دیگه فعو نمیگن، میگن چی؟ فعل. پس فعولون بخواد وزن بسازه در حد شماها همیشه همسان میسازه و در حد شما هم دو تا وزن داره. فعولون. فعل. بریم بعدی، مستفعلونی که امروز یاد گرفتی. یا 4 تا مستفعلون سر و مرو گنده میاد، تو تمریناتمون داشتیم. مستفعلون. یا بچه ها مفتعلون از همه خانواده مستفعلون در نظر میگیرنش توی عروض. یا 4 تا مفتعلون میاد، مفتعلون. یا مفتعلون فاعلون. یاد باشه پس ما یه رکن دیگه، وزن دیگه از مفتعلون داریم که 4 تا مفتعلون نیست. مفتعلون فاعلون. خب دیگه چی؟ همین بود اوزان همسان تکپایه‌ای که تو برای کنکورت باید بلد باشی، همین است. کاری که تا هفته بعد میکنی اینه، یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار این اوزان همسان تکپایه‌ای که من معرفی کردم و میخونی، تو ذهنت بمونه. آقا ما همچین وزنی داریم. از مفتعلان این وزن رو داریم، از مفاعیلون این وزن رو داریم، از مفاعلون این وزن رو داریم، از مستفعلون این وزن رو داریم، از فعلاتون این وزن رو داریم. اینا هم تازه همسان تکپایه‌ای. بریم دوریا رو بشناسیم، یا همسان دولختی. اسم دیگه وزن دوری همسان چیه؟ دولختیه.
دوریایی که شما باید بلد باشی بچه در همین حده. خوب نگاه کن، دوریا رو باید حفظ باشید. خواهش میکنم ازت این وزن دوری رو حفظ کن. یه وزنش چیه؟ مفعول و فاعلاتون، مفعول و فاعلاتون، مفعول و فاعلاتون، مفعول و فاعلاتون. نگاه کن توی وزنهای دوری انگار هر مصرع رو میتونی به دو قسمت مساوی تقسیم کنی. یعنی من الان این یه مصرع همه دیگه، بیت که نیستش، چون وزنم دوریه میتونم به دو تا قسمت مساوی تقسیم کنم، کاملا مساوی. اگه این ورش 7 تا هجای، این ورش هم 7 تا هجای، اگه این ورش 8 تا هجای، بعد اونورم دقیقاً 8 تا هجا باشه، هجاهاشون هم دقیقاً عین هم باشه. الان از کجا اینو نصف بزنم؟ رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن. قشنگ معلومه نصف من از اینجاست. رو سر بنه به بالین میشه این نیم مصرع اول، اصطلاحا هم بهش میگن تنها مرا رها کن، دقیقاً مساوی رو سر بنه به بالین. به این میگن نیم مصرع اول، به این میگن نیم مصرع دوم. یه نیم مصرع رو بخون، رو سر بنه به بالین رو بخون. رو سر بنه به بالین، به نه نه بنه، رو سر بنه به بالین، مفعول فاعلات، تنها مرا رها کن، مفعول فاعلات. این وزنش یکی بود ها. دوباره بخون. رو سر بنه به بالین، رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن، مفعول فاعلات. پس یه وزن دوری یا همسان دولختی من چیه؟ مفعول فاعلاتون، مفعول فاعلاتون. هر وزن دوری رو بچه ها میتونید به دو تا نیم مصرعی کاملا مساوی تقسیم کنی که هجاهاش کوتاه بلندش عین همه. خب یه وزن دوری دیگه، مفعول و مفاعیلون، مفعول و مفاعیلون. گفتم به بچه ها بیا الان میخواه از تو بپرسم، هر وزن اگه دوری باشه هر مصرع رو میتونم به دو تا نیم مصرع کاملا مساوی و عین هم تقسیم کنم. به نظرت وقتی میخونیم ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی، اون مکسه بین دو تا نیم مصرع کجا اتفاق میفته؟ ای پادشاه خوبان، آها، ای پادشاه خوبان، استاپ، یه استاپ خاصی داره. عین اینجا رو سر بنه به بالین، استاپ، تنها مرا رها کن. ای پادشاه خوبان، مفعول و مفاعیلون، داد از غم تنهایی، مفعول و مفاعیلون. بریم بعدی. کاملا نیم مصرع این با نیم مصرع این برابره. اگر هم شما بخواید در واقع رک رک پیدا کنید کاملا میتونید نکن. مفعول و رو سر به میشه مفعولو، فاعلاتون نه به بالین، فاعلاتون نه به بالین، فاعلاتون تنها ما مفعولو، را رها کن چی میشه؟ را رها کن فاعلاتو. میتونی اینجوری هم بری. خب یه دونه دیگه الان اینو بخون. سلسله موی دوست حلقه دام، کجا مکس داشتی؟ دوست سلسله موی دوست، این میشه نیم مصرع اول، مکس داری، بعد دوباره شروع میشه، عین اون میاد تکرار میشه، حلقه دام بلاست، سلسله موی دوست، مفتعلن فاعلن، حلقه دام بلاست، مفتعلن فاعلن، سلسله مفتعلون، موی دوست، فاعلون، قشنگ در میاد، حلقه دا مفتعلون، مبلاست فاعلون، عین اون در میاد. وزن دوری دیگه، مفتعلون مفاعلون، مفتعلون مفاعلون. بخون کجا باید مکس کنی؟ سر به چمان من چرا؟ بذار من کسره‌هاش هم بگم. سر به چمان من، سر به چمان من چرا میل چمن نمی کند؟ سر به چمان من چرا میل چمن نمی کند؟ تا اینجا میشه نیم مصرع اول، تا اینجا میشه نیم مصرع
دومه سرو چمان من چرا مفتعلون مفاعلون میل چمن نمی کند مفتعلون مفاعلون سرو چمان من چرا مفتعلون مفاعلون میل چمن نمی کند مفتعلون مفاعلون. دوریه دیگه این خیلی ریتمیکه. یادتونه فعلاتو رو درس دادم؟ گفتم فعلاتو رکن اول بیاد همیشه وزن چی میسازه؟ فعلات و فاعلاتون فعلات و فاعلاتون، یه وزن خوشگل و ریتمیک دوری همیشه اینجوری میاد، جوری دیگه نمیاد. اگه رکن اول بیاد و سر آن ندارد امشب که براید آفتابی، سر آن ندارد امشب فعلات و فاعلاتون، نیم مصرع اول که براید آفتابی فعلات و فاعلات، اینم نیم مصرع دوم. یه دونه دیگه مستفعلون فاعلاتون مستفعلون فاعلاتون. مرحوم شجریان یه آهنگ داره مثلا اینجوری میخونه: دل بردی از من به یغما مستفعلون فاعلاتون، ای ترک غارتگر من مستفعلون فاعلاتون. صدا رو دور انگار داره خروس سر صبح میخونه. پس مستفعلون فاعلاتون رو اصلا با همین ریتمی که من خوندم، آهنگی من خوندم، دل مردی از من به یغما مستفعلون فاعلاتون. مفاع آخریش مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلاتون، در آن نفسی که بمیرم مفاعلون فعلاتون، در آرزوی تو باشم مفاعلون فعلاتون. بس نیم مصرعش میشه تا اینجا. اوکی، ازت خواهش میکنم وزنهای مختلف دوریا یا همون همسان دولختی اسم خیلی مسخره‌ای واسش گذاشتن و خوب حفظ کن. آقا ما همچین وزنهای دوری داریم. اوکی، من فقط الان فعلا ازت اینو میخوام. ساعت چنده؟ 6:40. آها، بریم ناهمسانا رو هم ببینیم. ناهمسان اینقدره. آقا ناهمسانا رو تو رو قرآن یه لحظه نگاه کن. وزنهای ناهمسان: مستفعلون مفاعل و مستفعلون فعل. این مساویه چیه؟ مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلون. یعنی دو جور میتونیم تقسیم بندیش بکنیم، دو تا الگوی هجایی داره. یه بار میتونیم بگیم مستفعلون مفاعل و مستفعلون فعل، هم میتونیم یه جور دیگه الگوی هجایی بگیریمش مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلون. دومیش مستفعل و مستفعل و مستفعل و فعلن، یا هم مستف که میشه چی؟ مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعولن. اینو یاد گرفتیم، این دوتا با هم مساوی هم. دیگه مستفعل و مستفعل و مستفعل و فعل، اینم دیدیم که میشه چی؟ مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعل، اینم یاد گرفتیم. دیگه چی؟ مستفعل و فاعلات و مستفعل مستفعلها، نه الو، مساوی چیه؟ مفعول و مفاعلون مفاعیلون. این دوتا هم با هم برابرن. مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون. آخری توی این صفحه فاعلاتون مفاعلون فاعلون فاعلاتون مفاعلون فاعلون. این برای کیاس؟ اونایی که یهو میگن چرا این وزن نشد، مثلا یهو مفتعلون در میاره، مثلا فاعلاتون در میاره، بعد رکن دومش میگه فاعلاتون مفتعلون. من یادت میگفتم خب نداریم همچین وزنی، از کجا بفهمیم فاعلاتون مفتعلون مثلا فاعلاتون نداریم؟ چون من همه رو آوردم اونا که به دردت میخوره، نداریم آقا همچین وزنی نداریم. پس تو داری اشتباه درش میاری. و آخریش نگاه کن، این سفر رو بریم میرسیم تستا،
من تو تست باد کار دارم ها. سه تا وزن دیگه، مفتعلن فاعلات و مفتعلن فع دیگه، مستفعلن مفاعل و مفعولن که مساوی هم داره، یه تقسیم بندی یه الگوی هجایی دیگه هم داره، مفعول و فاعلات و مفاعیلن و آخریش مستفعل و فاعلات و فعلن مفعول و مفاعلن فعولن. دو دقیقه به من گوش بده خوب، یادت گفتم اگه وزنت فعولون نبود رکن اولو چارتایی جدا کن. ما این همه الان وزن داریم با مفعولو شروع میشی، ستاییه ناکن، مفعولو 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 نمیدونم، بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا مفعولو مفعولو اینا رو چی پس؟ ببین هر وزنی رکن اولش با مفعولو شروع بشه تو میتونی به یه شیوه دیگه ای هجا بندیش بکنی. به خاطر همین من گفتم مفعولو رو اصلا آدم حساب نکن به عنوان ستایی، تو با چارتایی برو جلو، چون معادل داره. مفعول و فاعلاتون رو میتونی چارتایی تقسیم بکنی، یعنی با مفعولو نری، یعنی چارتاییش میشه این ستا این چارتا. خوب گوش بده خیلی مهمه ها، مفعول و فا از توی این بخوای یه رک در بیاری چی میشه؟ مفعول و فا فا ای در واقع ناکو مف او لو فا چی در میاد؟ مستفعلون. ما با مستفعلون میریم جلو چون چارتاییه، مفعول و فا مستفعلون. الاتون الاتون چی میشه؟ کوتا بلند بلند فعولون. ای پس مفعول و فاعلاتون مفعول و فاعلاتون مساویه چیه؟ مستفعلون فعولون مستفعلون فعولون. ما با مستفعلون فعولون میریم جلو، هر موقع میگه مفعول و فاعلاتون سریع داشتی میفتیم مستفعلون فعولون مساویه. این چی؟ مفعول و مفاعیلون. ستایی در نظر نمیگیرمش، این چرا میفته؟ ای ستایی در نظر نمیگیرم، چارتایی در نظرش میگیرم. مف او لو ما این چیه؟ خط خط یو یو مستفعلو فاعیلون خط 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 این چیه؟ مفعولون. مفعول و مفاعیلون مساوی مستفعل و مفعولون هستش، هیچ فرقی با هم ندارن. اوکی؟ یا توی ناهمسانا خوب نگاه کن، ناهمسانا رو خوب خوب نگاه کن، هر جا وزنت با مفعول و شروع شد توی ناهمسانا هم معادل داشت چارتایی، مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلون دقیقا مساوی چیه؟ مستفعلون مفاعل و مستفعلون فعل. یا این مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعلون مساوی چی بود؟ مستفعل و مستفعل. پس به خاطر این بود تو رکن اولت فعولون نبود، اصلا انگار نه انگار مفعولا هم داریم که میتونه رکن اول بیاد خیلی جاها، تو چارتایی جدا کن. حالا رکن دوم، رکن اول چارتایی جدا میشه، خوب حواستو بهم بده. رکن دوم رو ستایی جدا کنم یا چارتایی جدا کنم؟ بیا یه لحظه، یه لحظه با من بیا، یه لحظه با من بیا. توی این همسانای تک پایه‌ای خوب حواستو به من بده که در سطح کتاب شما باید بلد باشید، از اینجا شروع شد دیگه، درسته؟ چارتا بیا اینجا، چارتا دوباره چارتا خوب حواستو بده. گفتم فعولونا که تکلیفش مشخصه، ستا جدا میشه، چارتا اه توی همسان تکپایه‌ای فعولون نباشه، چارتا جداش میکنی. خب بریم دوریا این که چی بود؟ گفتم مفعولو نمیگیریم دیگه، چارتا جدا میکنیم. مستفعلون فعولون اگر دوری باشه این وزن، در واقع
توی این وزن رکن دومت ستایی میشه، فعولون میشه. این چی؟ مفعول و مفاعیل مساوی چی بود؟ مستفعل و مفعولون. مفعولون هم ستایی میشه، فاعلون هم ستایی میشه، رکن دومه دیگه. پس یه چیزی توی همسان تکپایه‌ای رکن اول چارتاییه، رکن دوم هم همیشه چارتاییه به جز فعولونا. اما توی دوریا همین ستای اول رو نگاه کن، رکن اول چارتاییه اما دوری باشه، جزو این ستا دوری باشه، رکن دوم ستایی جدا میشه، بقیه دوریا هم چارتا چارتا جدا میشند. ناهمسانا چی؟ گفتم اصلا با مفعولها کاری نداریم، ما میخوام چارتایی جدا کنیم، این معادلشو دوست داریم. چارتا 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 اینا هم چارتا 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 چارتا. پس یه نتیجه خیلی خوبی میتونیم بگیریم. وزن من فعولون 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 یا فعولون 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 فعل نباشه، همیشه رکن اول من چارتاییه، همیشه. که بعضی موقع هم چارتاییه معادلش مفعولوه، و همیشه رکن اول چارتایی باشه، رکن دوم هم چارتاییه، بجز کجا؟ کجا داشتیم؟ ستای اول دوریا. یه جای دیگه هم داشتیم، یادتونه یا نه؟ این خیلی مهمه ها، انقدر کمکت میکنه، نداشتیم. من برای هفته بعد فقط میخوام با تست حل کنم. آقا خسته نباشید، قربونت برم. ببخشید. آره تمومه. لایو بعدی هم دارم. بچا سلام علیکم، من اومدم. من امروز بالا جلسه داشتیم برای شماها بچهای انسانی، همونطور که بهتون حالا گلاده بودیم یه سری خبرهایی هست. من دیروز طورش رو شما داده بودم، امروز هم نوید رو اینو میدم که خبرهایی در راهه. حالا تا قطعی نشه من چیزی بهتون نمیگم. چتو بسیم. آره من چتو باز کنم. بچه‌ها سلام، وقتتون بخیر. یه سری قول‌های، حالا قول نمیدم ولی خب یه سری صحبت‌های من امروز تو این جلسه که الان لایو بودیم من با استاد شفیع داشتم، ببینیم که میتونیم چه کارهایی برای شما انجام بدیم. وقتتون هم بخیر باشه. وقت شما رو نمیگیرم. امروز نبودم به خاطر این بود که رفته بودم یه سری رایزنی‌های کنم بابت کلاسایی که شما می‌خواستید و حالا لایو کنکوری که قرار داشته باشیم. اینم بگم ما 8 آبان‌ماه، یعنی 2 هفته 3 هفته دیگه ثبت نام کنکور رو داریم. برای اون ثبت نام کنکور هم من با آقای شفیع صحبت کردم که یه مقدار بیشتر براتون لایو بذاریم، بیشتر شما رو حالا داشته باشیم پیش خودتون، پیش خودمون. من بالا این صحبت کردم نمیدونم بشیم به خاطر همین درس‌ها رو که داریم، ان‌شاءالله لایو آموزشی هم خواهیم داشت. منتظر ما باشید. امروز نبودم ولی خب به فکر شما بودم. مثلا اگر صحبتی، من هیچ حرفی ندارم. مرسی که اومدی منو رهاندی از درس دادن. بچه‌ها این وزنا رو خوب یاد بگی، این نکته 4 تا 4 تا و 4 تا 3 تا کجا کاربرد دارم فراموش نکن. بعد همه اینا رو بریز کنار. هفته بعد غیبت نکن. هفته بعد می‌خوام تازه تمام این چیزایی که درس دادم ببرم توی تست، بعد ببینید چقدر برات راحت میشه. یا علی خسته نباشید. استاد خیلی خسته. چاکر. نگران آینده‌ت دلشوره.